نصب بنری در تهران که از مردم خواسته شده با ارسال پیامک سرپرستی خانواده های جنگ زدگی لبنانی را بپذیرند واکنش های زیادی را برانگیخته است. این اقدام در حالی انجام می شود که اکثر مردم ایران زیر خط فقر زندگی می کنند و انتظار دارند که توجه و حمایت بیشتر از سوی مسئولان برای رفع مشکلات اقتصادی داخلی صورت گیرد. همکارم در گزارش خود این موضوع را واکاوی نموده که با هم می‌بینیم. در روزهای اخیر نصب بنری در تهران برای سرپرستی و حمایت از خانواده‌های جنگ‌زده لبنانی واکنش‌های گسترده‌ای را به دنبال داشته است. در این بنر به شهروندان تهرانی پیشنهاد شده با ارسال پیامک به یک شماره سرپرستی خانواده‌های لبنانی را به عهده بگیرند. این موضوع در حالی رخ می‌دهد که بسیاری از شهروندان ایرانی با مشکلات اقتصادی شدید دست و پنجه نرم می‌کنند و بسیاری زیر خط فقر زندگی می‌کنند. طبق گزارش‌های مختلف اکثر جمعیت ایران در شرایط دشوار اقتصادی به سر می‌برند و زیر خط فقر قرار دارند. تورم بی سابقه، افزایش نرخ بیکاری و کاهش ارزش پول ملی از جمله عواملی هستند که زندگی بخش عمده‌ای از مردم را تحت تأثیر قرار دادند. بسیاری از خانواده‌ها قادر به تأمین نیازهای اولیه خود نیستند و انتظار دارند دولت و نهادهای مسئول اولویت اصلی خود را بر رفع این مشکلات داخلی متمرکز کنند. نصب این بنر در شرایطی انجام شده که این پرسش در میان مردم و کارشناسان مطرح شده است که چرا در حالی که جمعیت زیادی از ایرانیان نیازمند توجه و حمایت‌های فوری اقتصادی هستند، تلاش‌هایی برای حمایت از خانواده‌های دیگر کشورها انجام می‌شود. مردم انتظار دارند سیاست‌های حمایتی دولت ابتدا برای رفع مشکلات داخلی و بهبود شرایط معیشتی ایرانیان متمرکز شود. همراه هستیم با عباس معینی، فعال سیاسی و مدنی از تهران. آقای معینی سلام و عرض ادب. آقای معینی، با توجه به نصب بنرهای حمایتی برای خانواده‌های جنگ‌زده لبنانی در تهران، در حالی که بسیاری از مردم ایران زیر خط فقر زندگی می‌کنند، به نظر شما مسئولان باید چگونه به این انتقادات پاسخ دهند و اولویت‌ها را در کجا قرار دهند؟ بفرمایید. به نام خدای رحمان، بنده هم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و بینندگان محترم. ببینید، اتفاقی که افتاده این هست که ما نهایتاً در مقابل هر یک از انسانها که مورد ظلم و در معضلات معیشتی و زندگی قرار میگیرن مسئول هستیم، اما اولویت‌هایی وجود داره. طبیعتاً جمهوری اسلامی و نظام در مورد مردمی که در غزه و لبنان مورد به اصطلاح آسیب قرار گرفتن مسئول هست، چرا که تشویق کردیم به مبارزه و مقابله با اسرائیل و حمایت کردیم و بایستی حمایت بکنیم. اما در خصوص شهروندان ایرانی، ما تنها چیزی که میتونیم بر اساس انصاف، عدالت و اختیار و آزادی انسانها متصور باشیم این هست که طبیعتاً این تبلیغ انجام شده، اما قضاوت و اقدام رو بذاریم به عهده خود مردم که طبیعتاً انتخاب بکنن. اولویت با خانواده‌های زیر خط فقری که در ایران هستند و سالها در شرایطی زندگی می‌کنند که این شرایط زندگی از شرایط فعلی خانواده‌های لبنانی هم بدتر بوده و هست، یا اینکه از خانواده‌های لبنانی حمایت بکنند،
یا شاید یک کسی میتونه اختیار داشته باشه از یک خانواده افریقایی که حتی الان هم در جنگ نیستن حمایت بکنه و به سرپرستی بگیره. اما نکته مهم این هست که یک وظیفه واجب وجود داره که اون برمیگرده به خود حاکمیت جمهوری اسلامی و نظام اسلامی که بایستی از کسایی که اونجا در جلوی جبهه جنگ و به صورت بی‌دفاع اونها قرار گرفتن خودش حمایت بکنه. مردم هم صاحب اختیار هستن، کما اینکه من پیش بینیم این هستش که مردم شهروندان بیشتر از خانواده‌های ایرانی اگر امکانش رو داشته باشن حمایت خواهند کرد که به زودی این نتیجه این اقدامات روشن خواهد شد. بله ممنونم از همراهیتون، با تشکر از عباس معینی فعال سیاسی و مدنی از تهران که پیرامون این گزارش دعوت ما رو پذیرفتند.